در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای. بلبل از شوق گل و پروانه از سودای شمع، هر یکی سوزد به نوعی در غم جانانه ای. گر اسیر خط و خالی شد دلم عیبم مکن، مرغ جایی می رود کانجاست آب و دانه ای. تا نفرمایی که بی پروا نه ای در راه عشق، شمع وش پیش تو سوزم گرد هی پروانه ای. پادشه را غرفه آبادان و دل خرم چه باک، گر گدایی جان دهد در گوشه ویرانه ای. کی غم بنیاد ویران دارد آنش خانه نیست، رو خبر گیر این معانی را ز صاحب خانه ای. عاقلانش باز زنجیری دگر بر پا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای. این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم فدت اندر جهان افسانه ای. یکی از شاعران معاصر که با نامش کم و بیش همه ما آشنا هستیم، محمد تقی بهار، فرزند حاج میرزا محمد کاظم صبوری، معروف به ملک الشعرای بهار می باشد. او در روز یکشنبه 20 آذر ماه 1265 خورشیدی در مشهد زاده شد. از زمان کودکی به گل و نقاشی تمایل شدید داشت و در سن 4 سالگی او را جهت فراگیری خواندن قرآن و شاهنامه فردوسی به مکتب فرستادند و به طوری که گفته شده است او از سن 7 سالگی به سرودن شعر آغاز نموده است. پس از درگذشت ناگهانی پدر، بهار تحصیلات خود را نزد ادیب نیشابوری که از ادبا و شعرای مشهور مشهد بود ادامه داد و در مدرسه نواب دنباله آن را پیگیری نمود. در سال 1285 خورشیدی به اتفاق همکارانش روزنامه خراسان را به نام رئیس الطلاب پنهانی چاپ و منتشر کرد. در سال 1289 خورشیدی روزنامه بهار را که ناشر افکار حزب دموکرات ایران بود بنیان گذاشت. در سال 1293 به عنوان نماینده مردم کلات و سرخس وارد مجلس شد و به تهران عزیمت نمود و در آنجا مجدداً روزنامه بهار را منتشر کرد که پس از چندی توقیف گردید. پس از وقایع پاشیده شدن دوره قاجاریه و سرکار آمدن سردار سپه، وی به نمایندگی دوره 6 مجلس از تهران انتخاب شد. او در سال 1307 خورشیدی خانه نشین شد و از سیاست منزوی گردید. در سالها بعد طبق دعوت وزارت فرهنگ به تدریس تاریخ ادبیات پارسی در مدرسه دارالمعلمین عالی مشغول شد که در پایان همین سال به علت بیمهری دیرینه‌ای که با او داشتند وی را به زندان انداختند و مدت 5 ماه در زندان بود تا اینکه او را به اصفهان فرستادند. طبق دعوت محمد علی فروغی نخست وزیر وقت، بهار به همراهی سایر مستشرقین که از اکناف دنیا برای شرکت در جشنواره هزاره فردوسی در سال 1313 دعوت شده بودند حضور به هم رسانید و مجدداً در دوره 15 مجلس شورای ملی از تهران انتخاب گردید. جمعاً او 5 دوره به نمایندگی مجلس و سالیانی در دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات تدریس نموده است. بهار در طی مدت 40 سالی که در ترویج فرهنگ و ادبیات پارسی خدمت نموده، صدها مقاله در امور اجتماعی، سیاست، ادب و تحقیق نگاشته که در روزنامه‌های نوبهار، زبان آزاد، ایران، تازه بهار، مهر ایران، ارمغان، مجله دانشکده و سایر مجلات و روزنامه‌ها درج گردیده است.
علاوه بر این او به زبانهای فرانسه و عربی، پهلوی و اوستایی آشنایی داشت و آثاری از این زبانها را به فارسی ترجمه کرده.